تاجنسا همراه با خانواده اش سی سال پیش تاجیکستان را ترک کردند و به افغانستان پناهنده شدند و اکنون در گوشه ای از کابل به سر می برند، اما میگوید که در این مدت با مشکلات فراوان روبرو شدند تا کنون هیچ حکومت مشکلات آنان را حل نساخته است تا حقوقی ما داده شود یک جای باشه که ما همراه اولادم یک جای او. فعلا اولادای کل کلاگی ما تیتو است زندگی تو است بانو نسا می گوید که شوهرش از مخالفان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان بود و به همین حال کشورشان را ترک کردند و به افغانستان پناه آوردند. سه پسر این خانواده در افغانستان چشم به جهان گشودند و میگویند که مکتب را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساندند. اما به علت نداشتن سند از ادامه آموزش و حق کار به دور ماندند. پنج سال از مکتب خلاص کردن میشه دیگه بعد از پنج سال دیگه فعلا ما از حق تحصیل و پانتون چلا محروم هستم زیاد پیش گشتم از وزارت رفتم که برم تحصیل خدای ادامه بدم اما نتوانستم به خاطر که هر ریاست که میرفتن گفتن تذکره این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان دشوار شده است و مجبورند تا دوباره مسیر مهاجرت را در پیش گیرند حق کار نداریم حق مقصد آزاد نداریم بنا فعلا ما خواهش میکنیم که از سازمان ملل متحد و از از دولت فعلی که فعلا هستن مقصد سرنوشت ما را باید روشن بکنن ما یک پناهنده هستیم پناهنده سیاسی هستیم به افغانستان پناه آوردیم افغانستان کشور است که از سالها به این سو قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد